شما اگر به تاریخ نگاه کنید میبینید که علت این که اینا موفق شدن دقیقا استقلال بگیرن خیلی مهم بوده. بله. یک کشور رو اینا اون استقلال رو ندادن، اونم فلسطین. فلسطین هنوز به صورت کلونی یعنی استعمار کهن ها مونده. من نمیگم که اون کشورهایی که مستقل شدن همیشون واقعا مستقل شدن. بله. ولی اقلا مرزهاشون مشخص شد. بله. عضو سازمان ملل متحد شدن. در داخل سازمان ملل متحد به نهادهای مختلف تقسیم شدن و همکاری کردن، کار کردن. ولی مردم فلسطین رو محروم کردن. چرا؟ به خاطر اینکه یه شاخه‌ای از همین نظرگاه، شاخه فاشیستی که زاینیزم باشه، صهیونیسم، اونا اومدن گفتن که ما نه تنها اومدیم یک کشور یهودی به وجود بیاریم، بلکه اومدیم یک اسرائیل بزرگ به وجود بیاریم و ما گریتر اسرائیل میخواهیم. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری است که علنا رسما معتقد به این امره که بره پاش. بله. و میدونید که خیلی جالبه، خیلی ها هم در ایران هم در آمریکا تصور میکنن که افرادی که صهیونیست هستن حتما باید یهودی باشن. بله. اصلا اینجوری نیست. بله. در تاریخ ایران ما بودن افرادی که حتی در داخل دولت نفوذ داشتن، در داخل دولت مقام داشتن، ولی صهیونیست بودن، به World Zionist Organization حق عضویت میدادن. بله. در نتیجه مثلا چرچیل خودش با اینکه فاشیست نبود، امپریالیست بود، ولی فاشیست نبود، ولی عضو صهیونیست شده بود. بله. World Zionist Organization. خیلی ها هستن که مسیحی هن، مسلمان هن، نمیدونم هندی هستن، هندویزم رو قبول دارن، ولی رفتن به اون طرف دیگه، طرف زاینیسم دیگه. اینا همه اینا نشون میده که خب جهان ما در یک جریانی میره جلو که یه خورده آدم میتونه امیدوارم باشه. همش اون امیدی نیست، مخصوصا این جریان مارچ زنان در واشنگتن، شهرهای آمریکا، در آمریکا در و بله. این امید و میده. بله. جهان و بله. اینا همیشون میگه ما آمریکایی هستیم، همه ما آمریکایی هستیم. بله. مسلمانان، مسیحیان، یهودی ها، هندوها و و و همهشون رو لیست کرده بودن. بله. ما همه ایمون آمریکایی هستیم. خب این باعث امیدواری ما ها میشه دیگه. بله. بشه. من یادم در کتاب تاریخ همیشه اینو میخوندم که در سال 1917 درست از سال پیش، بله، یک سال پیش از پایان جنگ جهانی اول، روزا لوکزامبرگ یک کتابی نوشت به اسم سوسیالیسم یا بربریت و در اون کتاب خیلی روشن به زبان توده‌های اون زمان آلمان، و این کتاب به آلمانی نوشته شده بود با اینکه روزا لوکزامبرگ پولیش بود، یعنی لهستانی بود. بله. و در اون کتاب ایشون میگه که جهان یا میره طرف سوسیالیسم، نوعی سوسیالیسم، و یا این که میره طرف بربریت. و وقتی که شما به مدارک اون زمان مراجعه میکنید میبینید که بله، یک عده افراد سرشناس کاملا با اینکه با روزا لوکزامبرگ
مثلا موافق نبودن ولی قبول کردن حرفشو، گفتن این حرف درسته. مثلا لنین و بعد از ایشون هوشیمین که اون زمان یه عکاس بود تو پاریس. بله عکاس بود، یه جوان عکاس. ایشون اونا گفتن که این درسته، بله. یا میریم طرف سوسیالیسم یا میریم طرف بربریت. ما رفتیم طرف سوسیالیسم. برگم از این چیز کرد، یعنی استقبال کرد. بله. امروز بعد از 100 سال باز ما به همون رسیدیم، میبینیم یا باید بریم طرف بربریت یا بریم طرف زندگی دیگر، جهانی، بله. اجتماعی. بله. اینجوری شده دیگه اوضاع. بله. نیمه نیمه درست در اومده دیگه. بله. جا پارسا بنابراین یک جهت متاسفانه با تمام این نیات زیبا و خوب دیده میشه که به ویژه الان بله. که جهان در یک وضع خطرناکی قرار داره، قرار گرفته، یعنی با اومدن این ترامپ جهان در وضع خطرناکی قرار گرفته. میبینیم که این رفتار رو عمل کرد و بعد این تفکر رو و این نوع ذهنیت وامونده عقب مونده که در درونش خشونت موج میزنه و تحکم و زوره، بر این میتونه جهان رو درگیر جنگی اتمی بکنه. یعنی کار بله داره، شواهدی دیده میشه متاسفانه که داره جهان رو به اون سمت و سو سوق میده. امیدواریم که هرگز چنین اتفاقی نیفته. نیفته. بله. و از طرفی هم افرادی مثل تنزدر و مدلین آلبرایت و اینا و با یه اده اشخاصی که مؤمنن، اشخاصی که به انسانیت باور دارن، علاقه مندی هستن. بله. وایزمن میگیم ها به اونها، با هم برن یک راهی رو نشون بدن. بله. خود آمریکا که جنگ داخلی نشه. بله. از طرفی هم جناب پارسابینا باز شاهدیم که یک مش خودفروش های سیاسی و یک مش هرزگان سیاسی که مثل این که اینا رو تو کیسه کردن، توی بسته بندی کردن، تو زمانهای مختلف میارنشون بیرون و اینها هم توی کنگره آمریکا، توی بی بی سی یا توی صدای آمریکا یا رادیو فردا و این مجموعه رسانه های زنجیره‌ای تحت فرمان به ویژه بخش ایرانیش به سبک این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و یه شعارهایی در مورد ایرانی ها میدن که آره ما حقوق بشر میخوایم، فلان میخوایم. در واقع دارن زمینه تجاوز به ایران رو، روی تجاوز به ایران رو میچینن. تو گویی که از داغ کردن بوی کباب شنیدن. این واقعا ایران فروشان، این روسپیان سیاسی آماده میکنن. درسته، کاملا 100%. خیلی خوشحال میشن که این برجام از بین بره و تنگه هرمز برای مدتی در بحران فرو بره بعد از اون حمله دونالد ترامپ به ایران. من سورپرایز نخواهم شد. بله. اینا در واقع آدم حیران میشه از این همه ناچیزی و جهالت و ذلت و حقارت اینا. اینا نه تنها دارن ایران رو، مملکت مردم ایران رو تهدید به جنگ و خونریزی و بمباران میکنن، از طرفی هم این جریان ها ممکنه به بشریت لطمه بزنه. امکان خیلی زیاد داره و من واقعا به این آدمای فاسد، به این آدمای واقعا حقیر و پلید، آدم نمیدونه چی بگه. و وظیفه ما سیه که صحبت رو بکنیم و مردم رو درگیر بکنیم و به سوال هاشون پاسخ های قابل تحمل بدیم. آیا که میکنیم دیگه این کار رو؟ دقیقا کاریست که از ما برمیاد. بله. برای آگاه کردن و برای دوری از زشتی و پستی و پلشتی. بله. میباید که انسانها رو آگاه کرد که با دید باز، با اندیشه روشن حرکت کنن و تن به این بلاها ندن. در ضمن به پایان امیدواریم که در مقابل این حرکت فاشیستی ضد انسانی حاکمین جدید آمریکا
درباره جلوگیری از سفر ایرانیان به آمریکا، ندادن ویزا و همینطور پناهجویان و دیگر پنج کشور مسلمان و این مسلمان ستیزی در واقع کاتبکارانه، نه عربستان و دیگر نوکران در خدمت که همه آتیشام زیر سر اوناست. حاکمین ایران مثل همیشه دست به حماقت و مقابله نزنن که متاسفانه نشانه هایی هم دیده میشه. از پوتین یاد بگیرن که در مقابل اوباما چه واکنشی نشون داد، ایرانی باشند و به ملت آمریکا بگند که ما مخالف چنین اعمال فاشیستی هستیم، مهماندار شما خواهیم بود با همه احترام و این یک تو دهنی به این رفتار ضد بشری. درست، کاملا. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید. و به قول مولانا که گفت چون سلاح و جهد جمع آمد به هم، گشت فرعونی جهانسوز از ستم. چون قلم در دست قداری بود، لاجرم منصور برداری بود. منصورها بردار قرار. درسته، بسیار عالیه. درود مجدد بر شما، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خیلی تشکر میکنم. شب روز شما بخیر. اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره باز هم در این جهان پرآشوب به هم ریخته پرتلاطم خونبار، انتخابات آمریکا بارزترین نشانه از رسیدن آشوب به آنجا، تفرقه های بسیار در جامعه آمریکایی و حتی در خانواده ها، موزل بحران هویت و اینکه آمریکایی کیست در میان اقشار و گروه ها و ادیان و دسته ها، گستردگی و وسعت اختلاف ها، بزرگان بسیاری که رو در روی ترامپ و افکار او قرار گرفتند و از دیگر سو برای اولین بار مردمان در دو جناح حامی و مخالف ترامپ و در دشمنی با یکدیگر، فرمانهای اجرایی ترامپ در امور خارجی کدامین هستند و چه شرایط ضد بشری را پیش آوردند، چرا شعارهای ترامپ در مورد حقوق بشر و درباره شش کشوری که میگوید شامل عربستان سعودی و بقیه زیردستان نمی شود، ترامپی که خود حامی شکنجه است و تأیید می کند چگونه است که طرفدار حقوق بشر شده، دیواری که ترامپ در مرز مکزیک فرمانش را داده هزینه‌اش اندازه است و که باید بپردازد و نتایج این عملکرد از نظر اجتماعی اقتصادی به کجاها می تواند منتهی شود، چرا غرب به رهبری آمریکا دیگر توان کنترل آشوب‌ها و لاپوشانی ظلم‌هایی که کرده ندارد؟ آیا واکنش‌های تند و عجولانه ترامپ بر علیه برنامه‌های اوباما نشانه‌هایی از خصومت‌های نژادی نیست؟ چرا کارمندان عالی‌رتبه وزارت خارجه آمریکا با توجه به اینکه از نظر فکری وابسته سیستم هستند استعفا دادند؟ شباهت‌های فکری هیتلر و فرانکو هیروهیتو با ویژگی‌های فرهنگی و زمان، زن ستیزی یا تنفر از زنان، تظاهرات زنان در وست‌بنک فلسطین اشغالی و در روز قبل از آمدن ترامپ به کاخ سفید نشان از آگاهی آنها از برنامه‌های ترامپ، فرمان‌های ترامپ چگونه پیام‌هایی در پی دارد، چرا فلسطین هنوز به شکل کلونی باقی است و نقش صهیونیست در آن در تایید ترامپ از این فاشیست، راهپیمایی‌های پرشکوه زنان در شهرهای آمریکا با شعار ما همه آمریکایی هستیم، چرا و چگونه شد که عده‌ای حقیر و ذلیل و روسیان سیاسی در جریان‌های مختلف چون مجاهدین، تجزیه طلبان،
پهلوی پرستا با نامهای مستعار به تکاپو افتاده و با شعارهای حقوق بشری خواهان تجاوز و بمباران ایران هستند، در فردای ایران آزاد و مستقل این خائنین باید پاسخگو به ملت باشند. برخورد دولت ایران در مقابلگی با عملکرد فاشیستی حاکمین جدید آمریکا در رابطه با عدم پذیرش ایرانیان چگونه باید باشد توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در تلگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.